یکی از مفاسد اخلاقی خیلی خطرناک مستقیم به ایمان صدمه وارد میکنه چشم چرانی است. جسم خود را توسط چشم چرانی ضعیف کردیم، قدرت جوانی و انرژی جوانی خود را واسه صرف از این چیزها کردیم، سست شدیم، تنبل شدیم، کسل شدیم. این چشم چرانی چی است؟ چشم چرانی جماعت صبحت را ازت میگیره، تهجدت ازت میگیره، لذت عبادت را ازت میگیره، لذت شنیدن قرآن ازت میگیره. گناه از نگاه آغاز میشه. این سهم من سهام شیطان هست، تیر از تیر شیطان هست که اولین دفعه به قلب جوان اصابت میکنه از طرف چشم هست. اسلام ازدواج را پیشنهاد میکنه. ما در مورد ازدواج بارها صحبت کردیم، از این ناحیه سخت رنج میبریم. ازدواج را خیلی قیمت کردیم و زنا خیلی ارزان شد. ای کاش هم ازدواج آنقدر ارزان کنیم که زنا قیمت شود. در یک جنگ عمر رضی الله عنه در زمان خلافت عمر رضی الله عنه رخ میده، اینها به خاطر شکست مسلمان ها در صف اول جنگ 70 زن رقاصه را نیمه عریان تعیین کرده که اگر توسط از این مجاهدین شکست خورد. نیمه عریان که در یک جامعه باشه باز جوان ها رشد نمی کنه و پیشرفت نمی کنه، اونها مصروف میشن، دیده های جنسی شروع میشه. فرمانده جنگ که حالت را میبینه که در صف مقابل 70 رقاصه نیمه عریان جوان زیبا به اصطلاح ایرانی ها خوشکل قشنگ زیبا وجود دارن، مبادا شکست بخوریم. بلند شد در بین مجاهدین صدا میکنه، میگه چشمی که چهره رسول الله را در چشمایتون پایین پرتن، این چشمهایی که زیارت رسول الله را کده نبینه. یک قسم میرز میدن که نه عریان کار داد و نه رقاصه کار داد، پیروز شدن مسلمان ها. او جوان ها جوانه ضعیف نبود. ابن ملجم حضرت علی رضی الله عنه که به شهادت میرسند، یک زن برش گفت ما به شرط با امرای تو ازدواج میکنم که فرد را از بین ببره شهیدش کنه، به قتلش برسانه. این زن قطام نام داشت، وزیر بار شهوت قرار میگیره. بالاخره به خاطر یک ازدواج و یک شهوترانی خاص خودش، یک شخص قوی از اسلام را به نام علی رضی الله عنه به شهادت رساند. قدر خطرناک است، مسائل متوجه باشند. ابن جوزی رحمه الله یک داستان را نقل میکنه، میگه یک مؤذن بود در این 40 سال در یک مسجد مؤذن بود، بهترین مؤذن. گفت روزی از روزها بالای بام بلند شد، گفت چشمش به طرف دختر همسایه افتاد. به چشمش که به طرف دختر همسایه افتاد، میگه دل باخته شد. بعد از اذان رفت دروازه همسایه را دق الباب کرد و بالاخره گپ اینها به جای رسید، توی دختر مسیحی است. گفت با ما ازدواج کن. گفت درست است، خیلی خوب گفت، پس این راه بهترین راه حل. اسلام ما می چیز را میگه، میگه نه خیر، یک زمان یک دفعه به دین ما بیا، باز بعد از ما تو ازدواج میکنه. میبینیم که چقدر مکر بزرگ هست. گاهی اوقات ایمان را از قلبت میکشه. گفت دین تقبل میکنه، اسلام را ترک کرد، رفت مسیحی شد، 40 ساله مؤذن. بعدش که ازدواج کردن، عقد نکاحشون بسته شد، گفت من تا زمان با تو یک جا نمیشم، تا زمانی که شراب هم نخوری، گوشت خوک هم نخوری، که من بفهمم که تو واقعا از دینت برگشتی. گفت درست است، ایره هم خورد، گوشت خوک را هم استفاده کرد و خورد. گفت تو بالای بام باش که دروازه تق تق میشه، پدر ما اومده. من میام. یکی بالای بام بلند شد، دمو حالتی را سر بام پایین انداخت و رفت از دنیا. مؤذن 40 ساله مسیحی شد، مؤذن 40 ساله شراب خورد، مؤذن 40 ساله گوشت خوک استفاده کرد، بالاخره مرگشون به این حالت با یک دیدی چشم. متوجه باشن، چشمایتون کنترل کنن. جوان هدفمند و مفید قسم نمی باش.